بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته جامع شمل الدين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومدعي شؤونهم ومناصبهم أجمعين إلى يوم الدين. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، یکی دیگر از آیات قرآن کریم را که درباره وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تأویل گردیده، به سمع و نظر شما عزیزان گرامی میرسانم. آیه کریمه در سوره مبارکه انعام است که خداوند متعال میفرماید: فلم ما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. خلاصه ترجمه آیه کریمه و اشاراتی تفسیری راجع به این آیه مبارکه و بعضی از آیات قبل از اون داشته باشم که خداوند متعال در این آیات مبارکه وضع و حال مردمان را در طول تاریخ بیان می کند که مخصوصا اقوام پیشین، که اینها رو ما به انحاء مختلفی در معرض ابتلا و آزمون و تنبه قرار داده ایم تا شاید به سوی ما روی بیاورند و پرستش خدا کنند و از گناه و معصیت خیشتنداری بنمایند، یا از پرستش خدایان دروغین و بت‌ها و امثال اینها خودداری کنند. ولی بسیاری از اینها از اینکه توجه کنند به هشدارهای خداوند متعال و کیفرهای خداوند متعال و یا تنبهاتی که خداوند داشته است در حالات و زمانهای مختلف و وضعیت‌های مختلفی که خداوند متعال برای مردم پیش می‌آورد، بسیاری از این امت‌ها غافل مونده‌اند و بی‌خبر مونده‌اند، لذا عذاب و کیفر الهی به ناگاه بر اونها نازل شده است و اونها را از بین برده است. لذا در آیه قبل خداوند متعال می‌فرماید: ما به امتهای قبل از تو ای پیامبر رسولانی را فرستادیم و برانگیختیم تا اینکه مردم را هشدار بدهند، بشارت بدهند به بهشت و ثوابها و نعمتهای الهی در صورتی که فرمانبرداری کنند، و به عذاب و کیفر الهی در صورتی که مخالفت امر خدا داشته باشند و با دستورات الهی اینها مقابله کنند. اون وقت گاهی از اوقات خداوند متعال می فرماید: اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. اونها را به سختی ها و مهنت ها و گرفتاری ها بیازمودیم و بر اونها نازل کردیم تا شاید به درگاه خداوند تضرع و زاری کنند و رو به خدا بیاورند. بعد در دنبالش می فرماید: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا موقعی که بأس و کیفر ما بر اونها نزدیک شد و نازل شد،
اینها به درگاه خداوند رو نیاوردند و تضرع و زاری نکردند، که خود همین جمله اشاره دارد به امر دعا و روی آوردن به درگاه خداوند و تقاضا و درخواست رفع عقوبت و عذاب، که افرادی که احیانا اینها دوچار سختی ها می شوند، دوچار مهنت ها می شوند، خوبه که به درگاه خداوند رو بیارند و توبه کنند و استغفار کنند و دعا کنند و تضرع و زاری داشته باشند. وقتی که یک بلا و گرفتاری نازل می شود و بنده به درگاه خداوند رو می آورد و التماس و التجا می کند، خداوند متعال اون گرفتاری را از او برطرف می کند و می زداید. ولی اگر چنونچه بی‌اعتنایی کند و مایوس و ناامید بشود از درگاه خداوند متعال و دست به دعا بر ندارد، اون مشکل و اون گرفتاری برای او استمرار پیدا می کند و طولانی خواهد شد، به سبب اینکه این شخص به درگاه خدا تضرع ننموده است. لذا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ناظر به این جریان هست که چرا موقعی که بأس ما و عذاب ما و کیفر ما را اینها با چشم خود مشاهده کردن و آثار عذاب را دیدن، اینها توبه نکردند و برنگشتند از اون حالت خودشون و به سوی خداوند متعال تضرع و زاری ننمودند. در ادامه آیه ای است که مورد بحث و نظر ما هست، که خداوند متعال می‌فرماید فلما نسوا ما ذکروا به، موقعی که به طور کلی فراموش کنند اون چرا که یادآوری به اون شده اند، اون وقت خداوند متعال اول درهای همه چیز را بر روی اونها می‌گشاید. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، یعنی اونها رو به خودشون وامی گذارد، که حسب ظاهر خیال میکنن که اینا نعمت از خدا به اونها داده است، در صورتی که اینطور نیست. این در واقع استدراج هست، چنون که در بعضی از آیات دیگر به اون تصریح شده است و بحثش در جای خودش در علم کلام آمده، که خداوند متعال عده ای از مردم را به حال خود وامی گذارد، که ما از خدا درخواست میکنیم و در دعاهای ما از معصومین علیهم السلام به ما این طور آموزش داده شده است که از خدا بخواهیم که خداوند ما را به خودمون وا نگذارد. اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، یعنی خدایا مرا به خودم وا مگذار ولو یک چشم برهم زدنی باشد. به مقدار یک چشم برهم زدن اگر انسان غافل بماند و به خود واگذار بشود که توجه و ارتباطش با خداوند متعال قطع بشود، به حضیض ذلت سقوط میکند و گرفتاری ها بر او وارد میشود. پس وقتی فراموش کردند این اقوام و این ملت ها اون چرا که بهش هشدار داده شده بودند و تذکر داده شده بودند، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، درهای همه چیز را بر روی اونها گشودیم، که حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا آنجایی که حالت فرح و حالت بیخبری به اونها دست داد، یعنی خیلی به اون چه داشتند مغرور شدند و خوشحال و رضایتمند گردیدند، اخذناهم بغته، به ناگاه اونها را برگرفتیم و اونها را از بین بردیم. اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون، که در اون هنگام دیگه مایوس و ناامید شده بودند، بی توجه شده بودند به درگاه خداوند متعال. فقط عذابر القوم الذين ظلموا، پس دنباله افرادی که ظلم کرده اند بریده شد، یعنی که دیگه ادامه ای برای اونها نبوده است. فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، حمد و سپاس خدای را
که پروردگار عالمیان است. این خلاصه ترجمه و بیان و توضیح مختصر تفسیری آیات مبارکه بود. و اما از جهت معنای تأویلی و انطباق آیه مبارکه با جریان قیام امام زمان عجل الله فرجه الشریف و قبل از اون دوران سخت غیبت امام زمان که در روایت هست از جناب ابو حمزه صومالی. ابو حمزه صومالی از محدثان بزرگ شیعه است، شخصیتی است که دوران چند امام را درک کرده و از ایشان کسب فیض نموده است، شاگردی کرده است در مکتب امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق علیهم السلام و احادیث این بزرگوار در کتاب‌ها و متون روایی ما ضبط هست، از جمله این حدیث شریف که علی ابن ابراهیم قمی از بزرگان مفسران شیعه است، شخصیت بسیار ممتازی دارد و کتاب او مورد اعتماد علمای ما هست، در تفسیر خودش از جناب ابو حمزه صومالی این روایت رو نقل می کند که گفت از امام باقر علیه السلام راجع به این آیه مبارکه سوال کردم، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل فلم ما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. امام باقر علیه السلام فرمودن مقصود از فلم ما نسو ما ذکروا به اون چرا که یادآوری شدن فراموش کردن، یعنی ترک کردن، مقصود از فراموشی در اینجا بی‌اعتنایی از کنایه از بی‌توجهی و روی گردوندن هست. می‌فرماید ولایت علی امیر المؤمنین علیه السلام، اونی که یادآوری شدن ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، یعنی از ولایت امیر المؤمنین سر باز زدن، بی‌توجهی کردن، بی‌اعتنایی کردن. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، که ما درهای همه چیز را بر اونها گشودیم، یعنی که به ظاهر نعمتهای الهی بر اونها کاملا فراگیر شد، اما اینها در حقیقت وسیله آزمون و امتحان اونها بود که از این امتحان روسفید بیرون نیامدن. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، امام باقر علیه السلام فرمودن یعنی دولتهم فی الدنیا و ما بسط لهم فیها، دولت و قدرتی که در این دنیا به اونها داده شد که افرادی که اینها مخالف با ولایت امیرالمؤمنین سلام علیه هستند، بی توجه و بی اعتنای به امیرالمؤمنین هستند، اینها رو در عالم خداوند متعال فرصتی براشون قرار میدهد. حالا که دلگرم شدند به اون حکومت و دولت خودشون و به ظاهر نعمت الهی نسبت به اونها، اون وقت خداوند میفرماید اونها را ما بناگاه برگرفتیم، اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون، اونها را بناگاه گرفتیم، که امام علیه السلام میفرماید یعنی بذالک قیام القائم عجل الله فرجه الشریف، قیام کننده اهل بیت امام زمان مقصود است در آیه مبارکه، که با قیام امام زمان که ناگهانی خواهد بود، اون وقت که حتی که انهم لم یکن لهم سلطان قط، به جایی میرسند که انگار هیچ گونه قدرتی و حکومتی اصلا برای اونها نبوده است، یعنی به طور کلی محو و نابود میشن و از بین می روند بعد از روی کار آمدن دولت کریمه امام زمان عجل الله فرجه الشریف، که تمام کفار و مشرکین را از میان می برد. آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف، حالا اون کسانی که قابلیت هدایت داشته باشند هدایت می شند و اقرار می کنند به حقانیت امام زمان، اونهایی هم که اهلیت ندارند طبعاً اینها نابود می شوند و قدرت و حکومت از آن خود
خدا و ولی خدا امام زمان حضرت قیام کننده آل محمد علیه السلام خواهد بود. حالا در این آیه مبارکه یک مطلبی وارد هست و اون عنوان اخذناهم بغتتن. اینجا در روایات هست راجع به این عنوان بغته، در هم ذیل بعضی از آیات کریمی قرآن این معنا یاد شده است و هم روایاتی است که خارج از این عنوان و تشبیه و تنظیر به بعضی از پیامبران پیشین این مطلب آمده است. بنده به اون مورد دوم اشاره می کنم. مورد اول را به جای خودش موکول می کنیم، آیات کریمه ای که در این رابطه است انشاءالله در اون موارد عرض خواهیم کرد. و اما در روایت هست حضرت مهدی عجل الله فرجه و شریف به چند تن از پیامبران شباهت دارد و سنت ها و وضعیت هایی که در اون پیامبران بوده در وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم جریان دارد. از جمله روایتی هست از وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام سالار شهیدان که شبکه هم شبکه امام حسین علیه السلام هست، به این حدیث بنده اشاره می کنم. آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودند قیام کننده از ما نهمین فرزند من است و او کسی است که خداوند متعال امر فرج و حکومت او را یک شبه اصلاح می فرماید، سامان می دهد، یصلح الله له امره فی لیلت واحده، یک شب امر فرج و قیام اون حضرت را سامان می بخشد و صادر می فرماید. بعد آقا امام حسین علیه السلام فرمودن شباهت در وجود مقدس اون بزرگوار است از حضرت موسی بن عمران و حضرت یوسف صدیق علی نبینا و آلی و علیهم السلام. خب این تشبیه و تنظیر از چه جهت است؟ امام حسین علیه السلام به اشاره اکتفا فرمودند، چون که هر دو بزرگوار امر قیامشون و یا امر حکومتشون یک شبه سامان گرفت. اما حضرت موسی که شبانه دارد به سوی مصر حرکت می کند، شب تاریک و ظلمانی، باران هم نم نم می بارد، چراغی که همراه داشتن خاموش شد، هیچ چراغی نتوانستن روشن بکنند، وسیله آتش و ابزاری که آتش روشن کنند برای اونها فراهم نشد. ناگهان حضرت موسی از دور آتشی دید، به نظرش آتش آمد و لذا به همسرش فرمود که اینجا باشید، من می روم و شاید آتش بیاورم که گرم بشید یا اینکه راه رو پیدا کنم که مسیر رو ادامه بدیم تا به سرمنزل مقصودمون برسیم و به مصر حرکت بکنیم. هنگامی که نزدیک شد معلوم شد که این در واقع آتشی نیست که حضرت موسی از دور مشاهده میکرد اون را، اون آتش در حقیقت تجلی خداوند متعال به درخت بود تا اینکه حضرت موسی را متوجه اون سوی بنماید. وقتی که آمد خداوند متعال فرمان رسالت او را صادر فرمود، اذهب الى فرعون انه طغى، و از همون جا حضرت موسی به سوی مصر روانه شد و زن و فرزند را، همسری که باردار بود و نزدیک وضع حمل او بود، به خدای متعال سپرد که خداوند متعال جبرئیل امین را فرستاد به کمک همسر حضرت موسی و او را صحیح و سالم، خودش و فرزندش را برگردانید نزد خانواده‌اش، که بعداً اینها ملحق شدند به حضرت موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام. پس امر فرج حضرت موسی یک شبه صادر گردید و ظاهر شد. دیگر حضرت یوسف علی نبینا و آلی و علیه السلام،
حضرت یوسف در زندان بود، زندان و جایی که طبعا برای حضرت یوسف مناسب نبود و ناخوشایند بود برای اون بزرگوار که در زندان محبوس باشد. اما خداوند متعال تسبیب اسباب می کند. پادشاه مصر خوابی می بیند، معبران از تعبیر اون عاجز و درمونده می مانند. اون کسی که سابقا با حضرت یوسف در زندان بوده است حالا یادش می افتد که یه شخصیتی در زندان است که او می تواند تعبیر خواب بکند. تعبیر خواب پادشاه از او برمی آید، لذا به پادشاه خبر می دهد و پادشاه می فرستد. با نهایت عزت و احترام حضرت یوسف را می آورند و از زندان به تخت می نشیند و اون ناراحتی ها و ناگواری ها از اون حضرت زدوده می شود و مردم هم از وجود حضرت یوسف متنعم و بهره‌مند می گردند. در روایت هست که امام زمان امر فرج و قیامش یک شبه و ناگهانی خواهد بود. یک شبه سامان پیدا می کند و فرمان خداوند صادر می شود. پس عزیزان بیننده، باید ما پیوسته منتظر ظهور امام زمان بوده باشیم. گمان نکنیم که حالا کی امام زمان میاد، کجا ممکنه امام زمان بیاد، علیاذ بالله. این چنین سخنان نه به زبان جاری کنیم و نه به ذهن ما خطور بکند، مخصوصا بینندگانی که اینا جزء شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستند. اگر غیر شیعه هم نگاه میکند، مراجعه کنید به کتاب ها و آثاری که در دسترس شما هست و این مطلب در اونها تبیین گردیده است. اینا معجزات کلمات ائمه اطهار علیهم السلام هست. و یصلح الله امره فی لیله، و بعد بیانی که تشبیه و تنظیر فرمودند به حضرت موسی و حضرت یوسف، این خود دلالت می کند بر این که امام زمان الان زنده است و موقعی که حضرت ظاهر می شود سالها از ولادت او گذشته است. اینطور نیست که بعدن به دنیا می آید که بعضی از عامه اینها اینطور خیال می کنند بدون این که هیچ مدرکی در این زمینه در دست داشته باشند. یعنی که این مطلب در کلام رسول خدا نیامده که امام زمان در آخر الزمان به دنیا میاد و متولد می شود، چون اگر متولد بشود بعد چه کسی او را به مردم معرفی بکند؟ از کجا مردم حقانیت او را بتوانند تشخیص بدن؟ اما اون کسی که سالها و قرنهاست متولد شده و ائمه معصومین علیهم السلام او را به ما معرفی کردند و اوصاف او را برای ما یادآور شدند و عصر غیبت صغرایی داشته است که در اون دوران غیبت صغرا نائبانی برای حضرت بوده است، وکلایی برای امام علیه السلام بوده است. اینا همه دلالت می کند بر حقانیت مذهب شیعه و بطلان مذهب دیگر. و امام زمان به طور ناگهانی آشکار می شود، پس باید همگان منتظر ظهور امام زمانمون بوده باشیم و برای تعجیل اون ظهور و فرج دست به دعا برداریم. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه
أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.